us. He took us really, really deep with information. It really, really was a very informative, influential class for me to take. Thank you to Mr. Aliassadi. In order to grow, I came to this seminar because Ali is all about new ways of growth. He took us step by step, and it was so educational. He showed us lots of great tools. I can't wait to go home and incorporate all of it. He did a great job. And I'm so glad I used my Saturday to forward my business with Ali. Thanks, Ali. You've done a great job, and I'm hoping that he'll teach more classes. سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز. امروز شنبه در برنامه راز موفقیت در کنار آقای علی اسدی. خیلی ممنون. متشکرم. عزاد و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز. خوب هستی شما؟ مرسی. خیلی ممنون. عالی. خب ویکند خوبی داشتی؟ ویکند خوب. همه دو هفته خوبی رو داشتی؟ دو هفته خوب. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. امروز میخوایم در مورد موضوعی که خیلی شاید جذاب باشه برای بسیاری از دوستان که work ethic یا اخلاق کاری هست صحبت کنیم. همه ما میدونیم که برای موفق شدن در بیزنس کارهای مختلفی باید انجام بدیم. دقیقا همینه. باید محصول خوبی داشته باشیم، نمیدونم کاستومر سرویس داشته باشیم، کارمندان خوبی داشته باشیم. و امروزه ای که چیزایی که بسیار بهش تاکید میشه همین اخلاق کاری داشتن. بله. یعنی شما اگر این اخلاق کاری رو و اون پروفشنال بودن رو تو جنبه های مختلف کارتون در نظر بگیرین، بله، در نهایت باعث سود بیشتر بیزنستون در لانگ ترم خواهد شد. دقیقا همین. یعنی متاسفانه خیلی ها رو میبینین که برای یک شورت ترم پروفیت، یک سود کوتاه مدت، میان اون اصول اخلاقی رو زیر پا میذارن یا میخوان تبلیغات غلط میکنن ببخشید، یا مثلا در حق کارمندانشون اچاف میکنن، ولی صدام گرفته میخوتون آب استفاده کنیم. ولی ببخشید، ولی در نهایت میبینیم کسانی موفق ترن که هم با کارمندانشون درست برخورد میکنن، هم با مشتریانشون درست برخورد میکنن و در نهایت بیزنسشون پروفیتبل تر هست. در حقیقت رد پای خوبی میذارن برای افرادی که بعد میان، چون اتفاقا بارها صحبت شده آقای اسدی، خیلی از متاسفانه در جامعه ایرانی خیلی از دوستان مخصوصا در زمینهای مالی در اثر تبلیغات بیش از حدی که داشتن شروع کردن خیلی رو جذب خودشون کردن، ولی به همون نسبت هم گرفتار کردن مردم، مشکلات براشون درست کردن. حالا من نمیدونم شمایی که در کار بیزنس هستین، این افراد واقعا این گرفتاری که برای این خانواده ها به وجود اومده، پولشون رو از دست دادن، نمیدونم اینا چه نفعی میتونه برای صاحب اون بیزنس دو تا به اصطلاح مورد متفاوت هست. خیلی از اوقات شما میایین تبلیغ میکنین برای خدماتی که ارائه میدین، بله، یا کالاهاتون، بله، ولی در at the same time در آن واحد شما اون کیپبلیتی رو ندارین که وقتی تعداد مشتریاتون بیشتر شد به اونا، بله، اون سرویس رو بدین. بله. اینجا فکر کنم یه بار صحبت کردیم، ما زنگ زدیم به یه رستوران ایرانی، بله، که برای آفیسمون غذا بیارن. بله. و اینا همیشه خیلی آن تایم بودن، خیلی سرویسشون خوب بود و اون روز به خصوص
اولش خیلی با تأخیر غذا رو آوردن. بله. و بعد غذایی که تو اون ظرفا بود نصف بود اصلا مقدارش. بله. که من تماس گرفتم با بیزینس اونر صحبت کردم، گفتم چی شد شما که همیشه کیفیت غذاتون خوب بوده؟ بله. گفت ما امروز خیلی تبلیغ کردیم تو مجله های مختلف و مشتریامون زیاد شدن ولی ما نمیتونیم از عهدشون بریم. که من بهش گفتم این بدترین ادورتایزی که تو دقیقا. میتونی برای بیزینست بکنی همینه. دقیقاً. که تبلیغ کنی، مشتریای جدید رو بگیری ولی از مشتریات تیکر نکنی و مشتریای قدیمیت هم از دست بدی. دقیقاً همینه. خب جدیدام که نمیمونن، قدیمی‌ها هم بهتره. دقیقاً همینطور. بنابراین وقتی شما می‌خواید برای یک کالا یا خدماتی تبلیغ کنین، می‌خواید مشتری بیارین، بدونید در درجه اول اون کپاسیتی، اون ظرفیت تیکر کردن از مشتریان رو دارین یا خیر. می‌بینین مگه فقط مشتری آوردن اگه از شما ناراضی باشن، ما میدونیم که بررسی‌های علمی نشون داده کسانی که از کار شما، از خدمات شما ناراضی باشن، بله، به طور متوسط هر نفر به 11 نفر میگه اگه ناراضی باشه. بله. اگه راضی باشه به 3 نفر میگه. بله. بنابراین کسانی که ناراضی باشن به تعداد بیشتری از مردم میگه. دقیقاً همینه. برای شما با این کار به ضرر خودتون دارین کار. بله. میکنین. به همین دلیلی که میگن یه مجله گاسپ هست. درست. که میگن پرفروش‌ترین مجله است در آمریکا، دلیلش همینه که بدونن دیگه، بدونن برای. که برای این یه عده میبینین که تبلیغات اشتباه میکنن. یه عده دیگه نه، میخوان سود کوتاه مدت به دست بیارن با هر قیمتی. بله. یعنی این آدمایی هستن که همیشه دنبال شورتکات میگردن. گفتیم خیلی از آدما به جایی که پروسس اورینتد باشن، یعنی روش درست رو انتخاب کنن، فقط میخوان ریزالت اورینتد باشن، فقط میخوان به هدف بزنن. حالا براشون مهم نیست حالا از چه راهی برن. این آدم ها ممکنه در کوتاه مدت یه سود مختصری به دست بیارن، ولی در دراز مدت اینا ضرر میکنن. حالا این ضررش از دو جنبه هست. یکی جنبه اخلاقیشه که به نظر من اون چیزی که حالا میگن کارما، با همین با هر دستی بدی با همون دست میگیری. بله. شما ممکنه یه سود کوتاه مدتی توی جنبه بیزنستون داشته باشی ولی در نهایت تو جنبه های مختلف زندگیتون به شما بر میگرده و اون پول از گروتون به اصطلاح پایین نخواهد رفت. درسته. بنابراین این از جنبه اخلاقیش رو بخواین حساب کنید. جنبه دوم که جنبه پروفشنالیزم یا کاری هست، شما نمیتونید موفق باشید. چرا؟ چون این دور زمونه به علت اون عصر اینفورمیشنی که هست. بله. مردم شیر میکنن با هم دیگه همه. بله. چیز رو. درسته. شما اگه یه لاسود علیهتون باشه، ریویو های بد باشه علیهتون، خیلی از کاستومراتون میتونن برن این ریویو ها رو بخونن، این کیس های حقوقی شما رو در اکسس داشته باشن. دقیقاً همینه. بنابراین شما نمیتونی پنهان کنی خودتو دیگه. دقیقاً همینه. من الان دارم میبینم در ارتباط مخصوصا با دکترها، مخصوصا با دکترای جراحی پلاستیک، که من میبینم چه جوری دوستان میرن میبینن چند ستاره است، نمیدونم چقدر مثلا چقدر سو دارن، لاسود دارن از این حرفا. بله. چون کاملا نشون داده میشه دیگه. درسته. الان اصلا کاستومرها، یکی از شرایط امروزی مارکت اینه که کاستومرز آر مور نالجبل دن بیفور، مردم دانش بیشتری دارن. درسته. یعنی اصلا طرف همین از طریق همین اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های مختلفی که ریویو وبسایت هست، مردم اینفورمیشن به دست میارن. بله. قبل از اینکه بخوان با شما کار کنن. دقیقاً همین. حالا شما هر چقدر تبلیغ کنید بگین بهترین هستم. بله. مشک آن است که خود بگوید نه آن که عطار بگوید. حالا هر شغلی هم شما به اصطلاح داشته باشین. بنابراین در نهایت اگر شما کار درستی رو انجام ندین، گیر میافتین. من همیشه به خیلی از کلاینت های خودم یا به دوستان دیگه میگم، نمیدونم شما بازی منچ و ماروپله یادتون هست یا نه، یه بازی ماروپله بود که بعد تاس مینداختین و طرف مثلا دوتا خونه میرفت بالا، دوباره از نردبون میرفت بالا تا به یه نقطه مقصدی برسه. و این بازی یه جوری بود که اگه مثلا شما رو این مارای کوچولو یا بزرگ نیش میزدن، مجبور بودین شما برگردین به نقطه اول. و جالبترین قسمت این بازی این بود که یه خونه مونده بود که شما به مقصد برسید، یه مار خیلی بزرگی بود که اون مار اگه شما رو نیش میزد برمیگشتین دوباره به نقطه اول. یه چیزی که همیشه من به دوستان میگم، میگم جوری زندگی نکنین و جوری تو بیزینستون برخورد نکنین که یه دفعه اون ماره نیشتون بزنه و جایی که دقیقا فکر میکنین همه چی داره درست پیش میره دوباره برگردین به صفر. مثلا در آمریکا، ببین آمریکا کشوری هستش که شما
خیلی به ندرت یه شبه پولدار میشین، ولی یه شبه میتونین گداشین. ولی خیلی هم میگن یه شبه فلانی مثلا پولدار شد. نه من فکر نمی کنم اینطوری باشه به این راحتی که شما آدمای موفق رو ببینید، یعنی حتی مثلا مارک زاکربرگ مال فیسبوک، تونی سی مال زاپوس، این طرف تمام کسانی که جدیدن میلیاردر شدن چقدر تلاش کردن اینا، یعنی بله. شما من چون زندگی های اینا رو خوندم و میدونم اینا چقدر تلاش کردن بله. امکان نداشته اینا یه شبه مثلا شما فکر کنید فیسبوک یه شبه به وجود اومده نه. شما فکر میکنید مثلا آمازون یه شبه پروفیتبل شده، این کمپانی تا 6 سال ضرر میداده. دقیقاً میدونین یعنی بله. ممکنه یه ایده‌ای خیلی خوبی داشتن ولی بله. اینطوری که یه شبه یه دفعه طرف حساب بانکیش پرفول بشه نه، ولی خیلی ها دیدین که یه دفعه تو استاک مارکت، تو سرمایه گذاری های اشتباه، تو کارهای اشتباه بلد. یه دفعه فراد کردن یه دفعه از اون میشه. که بدترینش بله. بنابراین نتیجه گیری اخلاقی اینه که اون کسانی که درست کار میکنن موفق تر خواهد شد بله. حالا بزن یه ذره بیاریم تو دیتیل تر که ببینیم کسی که فراد نمیکنه، کسی که پروفشنال هست بله. این چگونه تو بیزنسش اثر میذاره بله. خب میدونیم که کارمندان یکی از اصلی ترین سرمایه های هر بیزنس هست. دقیقا همین. خب وقتی که کارمندتون میبینه شما آدم درستی هستین بله. وقتی کارمندتون میبینه شما فیر هستین، شما با مشتریان درست برخورد میکنید، اونم از شما یاد میگیره. درسته. میگن اگه کارمندتون ببینه شما دارین کلاه میزنین سر مردم، شما دارین دروغ میگین، شما نسبت به خود این کارمندتون اشهاف میکنین، اونم دنبال موقعیت میگرده که همین رو نسبت به شما نشون بده. بله دقیقاً همینه. مشکلاتی که تازه فرقی هم داره، اون کارمند تازه میره لو هم میده، لو هم میده. برای دیگران میگه، دقیقاً همینطوره و ممکنه خیلی از انفورمیشن های شما رو هم برداره بره. درسته. میدونین الان یه چیزی که خیلی متاسفانه خیلی نرم شده این پدیده ایندیویژوالیزم هست بله. فردگرایی بله. ببینین یعنی تو خیلی از شرکت ها میبینین از حالت تیم اورینتد شدن ایندیویژوال اورینتد، یعنی بله. هر کسی فقط فکر خودشه بله. به جایی که فکر گروه باشن بله. یعنی تو خیلی از خصوصا بیزنس های کوچیک میبینین بیزنس اونر فکرش اینه که از کارمندان کار بکشه، حقوق کم بهشون بده تا خودش پروفیتبل باشه. بله. کارمنده هم فکرش اینه که تا میتونه کم کار کنه بله. پول بیشتر از این بگیره بله. و سود کمتری برسه، سود کمتری یا به قول معروف روزش بگذره بله. حالا حقوق از این بگیره مهم نیست چی بر سر بیزنس بله. میاد. در صورتی که اگه شما یک بیزنس اونر هستین بتونین انوایرمنتی رو به وجود بیارین که اون اعتماد بین شما و کارمندان باشه بله. همه فکر کنن درون یک کشتی هستن بله. اگه این اینطوری نیست که کسی بخواد زیر پاشو سوراخ کنه و بقیه هیچ اتفاقی براشون نیفته بله. اگه بیزنس پروفیتبل باشه مطمئنن کارمندان هم بهشون چیزی خواهد رسید. اگر بیزنس خراب بشه همه ضرر میکنن. پس ما یه تیم هستیم بله. اگه شما بتونین این انوایرمنت رو به وجود بیارین، این شرایط رو به وجود بیارین، احتمال موفق شدنتون بسیار بالاتر خواهد. حتی در بیزنس های کوچیک، حتی در بیزنس های کوچیک احتمال تو بیزنس های کوچیک بسیار مهمتر هست، چون رول افراد در بیزنس های کوچیک خیلی مهمتره. ببین شما بعضی آخه بیزنس های کوچیک رو به صورت فامیلی اداره میکنن، اونا به چه شکل؟ خب ببینید بیزنس اتفاقا دقیقا همینطوره، تو خیلی از بیزنس های کوچیک که به صورت فامیلی اداره میشه انگار اینا یک دیکتاتورشیپ های کوچیکو هستن، یعنی هر مثلا فرض کنید پدر خانواده با مثلا 3-4 تا بچه‌ش و اینا داره این بیزنس رو مدیریت میکنه، بعد پدر خانواده چون استارتینگ بیزنس رو زده مثل حالت دیکتاتوری میمونه، مثل شاهی میمونه که آره که هیچ ایده‌های جدیدی رو قبول نمی‌کنه بله. اون بچه‌اش حالا ممکنه خیلی هم ایده‌های خوبی داشته باشه بله. ولی از دیده اون همیشه بچه است، حالا ممکنه 40-50 سالش هم باشه ولی همیشه بچه است و ایده‌هاش رو قبول نمی‌کنه بله. و یه سیستم سنتی قدیمی رو دارن فقط ران میکنن بله. و خیلی هم به اصطلاح والنربل هستن، خیلی شرایط مارکت میتونه روی اینا تاثیر بذاره بله. من یکی از کلاینت های خودم یه دوستی بودن، اینا 27 سال یه فامیلی بیزنس داشتن و بعد از اینکه شرایط اقتصادی خراب شده بود اینا با من تماس گرفتن و گفت من نمیدونم چرا شرایط اینطوری شده. من چیزی که بهشون گفتم که گفتم شما از روز اول بیزنست مشکل داشته، ولی چون شرایط اقتصادی خوب بوده یه پول به اصطلاح بخور و نمیری میومده
ولی شما از همون اول اشکال داشتی. الان چون شرایط خراب شده، مشکلات رو آب اومده، تو کاملا میبینیشون. دقیقاً همین. بنابراین یه چیزی که خیلی مهمه اینی که فر بودن و با کارمندانتون بتونین درست برخورد کنین. یه مورد دیگه هم هست. من قبل از اینکه این مورد رو به شما سوال کنم، می‌خواستم خدمت بینندگان عزیز بگم، کسانی که بار اولشون از سرانه برنامه رو می‌بینن، آقای علی اسدی در زمینه تحصیلاتشون در زمینه بیزنس و چندین کتاب نوشتن به زبان انگلیسی و در جاهای مختلف، در بسیاری از جاها، در ایالت‌های مختلف سمینارهای مختلف موفق گذاشتن و جزو کارشناسانی هستن که میتونن به راحتی کسانی که میخوان بیزنسی روشون ران بشه با ایشون در تماس بشن و بتونن از نالج ایشون استفاده کنن در زمینه بیزنس. این موردی که من میخواستم از شما بپرسم اون اینه که گاهی اوقات آدم در بیزنس میبینه که خوب داره پیش میره، اوایل میدونی آدم دلش خوشه، خب بیزنس خوب داره میره دیگه، نه سیوینگی میکنه نه به فکر آینده است، میگه همطور میره دیگه. یه دفعه وسط راه میبینی ای وای همه چی به هم ریخته، دست زیاد شده، رقیب زیاد شده، در هر زمینه عین در هر گله از جا آمدن عین همون بیزنس دارن. مثلا یه زمانی بیزنس خوشویی تو این شهر تو آمریکا خیلی معتبر بود، خیلی پولساز بود، ولی به مرور زمان الان دیگه محو شده واقعا. دلیلش چی میتونه باشه؟ چون دیگه خوشویی، من گاهی وقت که میشینم فکر میکنم، میرم لباس باید شسته بشه، اتو بشه، تمیز بشه، داده بشه دیگه، مثلا کارایی نیست که از طریق اینترنت آدم بتونه بشینه پای کامپیوتر اردرشو بده بیا در خونه. چرا باید این نوع بیزنس ها به این شکل شکست بخورن؟ ببینید خیلی از اوقات کامپیتیشن، ما دو تایپ کامپیتیشن یا رقیب داریم. بله، یکی دایرکت هست، یکی ایندایرکت هست. خیلی از اوقات ببینید شما شرکت هایی که رقیب مستقیم شما نیستن باعث میشن که شما ضرر بکنید. بله. برای مثال ببینید بعد از 11 سپتامبر خیلی از شرکت های هواپیمایی خوب ضرر کردن. بله. ولی باعث شده بود رقباشون که شرکت های حمل و نقل زمینی بودن سود کنن. بله. اینا ببین شرکت هواپیمایی نبودن که رقیب شرکت های هواپیمایی باشه، ولی تو یه فیلد بودن ولی به یه جهت متفاوت. در زمینه بیزینسی هم که شما میفرمایید همینطوری هست. ببینید خب الان فرض کنید دستگاهی که اومده خیلی راحت شما میتونید پیرانتون رو آویزون کنید، راحت اتو کنید. خب خیلی از چیزهایی که اومده خب مردم ترجیح میدن به جایی که اون پول رو به خوشویی بدن، خودشون این کارو تو خونه انجام بدن. بله. و خیلی از اوقات یا مثلا برای مثلا این اوبر که اومده نه. چقدر این حتی تور کمپانی ها من شنیدم ضرر کرده، خیلی ضرر کرده. بنابراین همیشه این اتفاق خواهد افتاد. بله. بعد که نتفلیکس اومد بلاکباستر کمپانیش اصلا جمع شد. بله. بنابراین اینو آدم باید پیش بینی کنه. خب چجوری باید پیش بینی کنه؟ خب شرایط مارکت مثلا شخصی که همین جریان خوشویی رسن روش کار کنیم، شخصی که اومده پولی داشته، پسندازی داشته، رفته اینو زده، بعد خوب بوده، از کجا میدونست که مثلا در آینده مثلا همین اتو بخارا میاد اینقدری در عرض 2 دقیقه میتونن قشنگترین لباس، ظریفترین پارچه ها رو بردارن، اتو بکنن و آویزون بکنن، تنشون بکنن، از خونه برن بیرون. اینا همه پیش بینی نشده است. چرا میشه پیش بینی کرد؟ چرا؟ چون که شما وقتی که یعنی قبلا من گفتم 2 تا انوایرمنت ما داریم اطراف بیزنسمون. بله. یکی اینترنال انوایرمنت و اکسترنال انوایرمنت. انوایرمنت داخلی و انوایرمنت خارجی. اون انوایرمنتی که داخل بیزنسمون هست. بله. اون شرایط مشتریانمون هست. بله. رقبای نزدیکمون هست، مشتریانمون. بله. خود کمپانی، کسایی که به بیزنس ریلیتد هستن. بله. و شرایط کلی مارکت. بله. برای مثال این همین خوشویی که شما فرمودید. این خوشویی یه بیزنسی داره، خوشویی‌هایی که تو همون محله هستن رقیبشن. بله. کسانی که حالا ساپلایرشن، مواد اولیه بهش میدن، میتونه کلابوریتوراش باشه و شرایطی که تو این مارکت هست. بله. خب یه اکسترنال انوایرمنت، شرایط قوانینی که ممکنه وضع بشه. بله. اون استیت به خصوص یا اون شهر. بله.
تکنولوژی که ممکنه بیاد. اون تکنولوژی هست که آره. بگره عمل در میاره. شرایط اقتصادی. بله. شرایط فرهنگی. بله. دونین یعنی اون external environment خیلی از اوقات میاد. بله. و اثر میذاره رو internal environment. بله. کسانی که مطالعه داشته باشن. کسانی که ترند مارکت رو بدونن بله. موفق تره. میتونن آنان خودشون رو adjust کنن. درسته. خیلی از اوقات میگن که یه بحران وقتی به وجود میاد تقریبا از 5 مرحله رد میشه. ولی تا مرحله چهارم خیلی متوجه نمیشن. خب اون 5 مرحله کدوم میتونه باشه؟ ببینید خیلی از اوقات اولین چیز همه چی هیدنه، خیلی جا مخفیه. میدونی؟ خب کسانی که اون مطالعه رو دارن، کسانی که ببین چشمشون بازه. ببین برای مثال شما وقتی که میخواین یه ماشین BMW بریم بخرین، بله. ناخودآگاه تو فری وی که دارین میرین، ماشین BMW توجه شما رو جذب میکنه. بله. خب شما در مورد بیزنستون باید همینطوری باشین. شما باید بدونین الان این ترندهای مارکت چیا هستن. بله. این چه تکنولوژیایی اومده؟ بله. شما اگه فقط سرتون تو بیزنس خودتون گرم باشه، صبح برین یا از بیا یا از کسانی که خبره این کار هستن شما کمک نگیرین. ببینین بله. من همیشه میگم بیزنس مثل ماشین، مثل بدن انسان، شما باید چکاپش کنین. بله. از کسانی که خبره این کار هستن، ترندهای مارکت رو میدونن، روشهای جدید مارکتینگ رو میدونن. بله. شما باید کمک بگیرین. شما نمیتونی همزمان بهترین جراح باشی. بله. بهترین ترندهای مارکتینگ هم بلد باشی. بله درست میگی. بنابراین شما باید از کسانی که خبره این کار هستن کمک بگیری. بله. خب این در مورد تمام بیزینس ها صدق میکنه. کسانی اینطوری موفق میشن که بدونن کجا تغییر بدن، کجا چنج کنن، کجا با تکنولوژی همراه بشن. بله. یعنی میگه نه کسی که بخواد خیلی سنتی بره جلو، این مثل همون کشاورزی دی میمونه. بله. بارون بیاد محصول خوبه، بارون نیاد محصول بله. خرابه. بله. همین بیزنس مال رسانه ها در ارتباط با روزنامه ها و مجلات، خب یه زمانی این بیزنس ها خیلی بیزنس های موفقی بوده. خب. ولی الان به خاطر مثلا اینترنت آنلاین الان همه دیگه مطالب رو میرن رو اینا میخونن. خب. و یکی پس از دیگره، من الان البته راجع به رسانه های خارج از جامعه ایرانی دارم صحبت میکنم، یکی پس از دیگری الان یا دارن برشکسته میشن یا اینکه خب حتی مجانی میان در خونه ها پرت میکنن. خب. روزنامه ها رو میدونیم، ولی این در مورد شبکه های آمریکایی هم واسط میکنه. چون من شنیدم که یکی از دوستان که تو CNN بود میگفتش که این کامی که از وبسایت CNN ما داریم بسیار بیشتر از خود تیویه. بله. یعنی اینقدر که مردم میرن رو خود وبسایت CNN و اینقدر که ویور اونجا داره. بله. تیوی نداره. این چون اما خاطر مثلا تکنولوژی دیگه، تکنولوژی. و ببینید الان واقعا بیشتر مردم، شما حتی بیرون که میرین توی آفیس میرین میبینی همه سرشون روی سلفوناشونه. بله دقیقاً. نه خب هر چیزی که الان ریلیتد به این سلفون باشه ناخودآگاه میتونیم حدس بزنیم که پول میاره. دقیقاً همین. یعنی این ممکنه در آینده اینطوری نباشه. ممکنه در آینده تکنولوژی دیگه ای بیاد. خب از چه باید کردی؟ هم مثلا فرضاً من بیام الان بعد از همین شرایط ببینیم، فرض کنید در مورد تلویزیون شما فرمودید. کسانی موفق بودن تو این صنعت میدیا. بله. که وقتی دیدن این داره مارکت داره سویچ میکنه به سمت اینترنت، اومدن وبسایت هایی درست کردن. بله. که مردم رو جذب خودشون کردن و اون حالا ممبرشیپ درست کردن، ویزیتورهای خاص خودشونو گرفتن. بله. یعنی برند خودشونو درست کردن. آردی. بله. کسانی ناموفق بودن که بعد از اینکه همه چی خوابید، همه چی چیز شد، اینا تازه به فکر شفتن که یه وبسایت داشته. دقیقاً همینطوره. بله. یعنی این بوده که مثلا، یعنی در حقیقت زود جنبیدنه، زود جنب. یعنی سریع کار انجام دادنه در حقیقت. دقیقاً. و ببینین وقتی که یک تکنولوژی جدیدی میاد معمولا چند گروه مردم هستن. بله. یا فرض کنیم مثلا آیفون جدید به بازار میاد، یه دستن که اینا اصلا شب میرن میخوابن. بله. که آیفون جدید داشته. آره. یه عده هستن که مثل اینا شب نمیرن بخوابن. یعنی منتظرن که حداقل این تکنولوژی یه تستی بده. ولی وقتی تستش رو داد، اینا دیگه فرصت و غنیمت میشمارن. اینا موفقن. و یه عده دیگه هستن که نه، حالا منتظرن ببینن چی میشه چی نمیشه. پس بنابراین شما بهتر دسته دوم باشی. درسته. یعنی نه مثل کسایی باشی که بری شب میخوابن. بله. نه مثل کسایی باشین که دیگه مثلا صبر میکنن ببینن حالا چی میشه و
هم باید عجله کرد هم نباید عجله کرد. با فکر درسته؟ باید فکر. صحبت کردیم که ریسک در بیزنس دو مدل ریسک داریم. بله. ریسک احمقانه که شما میای تمام دارایی تو میدی، سلامتی تو میدی، خانوادت رو میدی. بله. ریسک هوشمندانه که شما بخشی از سرمایه تو میدی. بله. و زمانت رو میدی. درسته. ببینید. درسته. بنابراین تو هر کاری و اطلاع کسب کردن، خدمتتون عرض کردم، شرایط بیرونی، قوانینی که میاد، بله. تکنولوژی هایی که ممکنه تو بازار درسته. باشه، شرایط فرهنگی مردم، بله. شرایط اقتصادی مردم، بله. و دیگر شرایط داخلی، بله. چون مشتریان، رقبا، برای مثال ببینین الان چندین سال هست که صحبت هست که یکی از تیم های NFL فوتبال آمریکایی موف کنه بیاد لس آنجلس. بله. چند تا شهر اطراف لس آنجلس هم در نظر گرفتن، مثل کارسن، اینگلوود، داونتاون لس آنجلس. خب پارسال که این پیرارسال که این موضوع خیلی داغ بود. بله. و خیلی تو روزنامه ها صحبتش بود، بیشترش رو شهر اینگلوود تاکید میکردن. من گفتم من برم این شهر رو از نزدیک ببینم و با یه ریلتر. کجا هست؟ نزدیک فرودگاه LAX هست. ها برای اون سمت. خیلی جالب بود با اینکه این شهر در شرایط عادی قیمت‌ها خیلی پایین بود. یعنی شما اگه این اتفاق قرار نبود بیفته همه قیمت‌ها پایین بود، جز شهرهایی بود که نسبتاً خیلی قیمت ریل استیت پایین بود. بله. و جالب بود اینکه مردمی که اونجا بودن چون سری به گوششون خورده بود، یه کسی نمی‌فروخت. نگردشن. آره چون می‌دونستن اگه این استادیوم بره اونجا ساخته بشه قیمت‌ها چقدر میکشه بالا. بله. خب شما حساب کنید اگه شما یه زودتر جنبیده بودین. بله. اطلاعات و چیز بهتری داشتین. خب اگه شما رفته بودین حالا خیلی به نفع دارم تموم میشه. خب آدم میگن زندگی میگن زندگی شکار لحظه هاست راست میگن. یعنی همیشه باید گوش آدم به نیوز باشه، به خبر باشه. تو فیلدی که شما کار میکنین باید مطالعه داشته باشین، باید اطلاعات داشته باشین، نه فقط اطلاعات تخصصی، بلکه گفتم اینجاست که رول اون بیزنس کانسالتنت، بیزنس کوچ میاد وسط. بله. که جدا شما اطلاعات تخصصی داری، اون اطلاعات بیزنس رو داره. بله. اون میاد در اختیار شما قرار میده. بله. بخاطر این شما مجبور نیستین همزمان هزار تا جا باشین. دقیقا مثل یه خانواده که یکی روانشناس دارن برای فامیلی. بله. یا یه وکیل دارن که مثلا برای بیزنسشون حسابدار دارن. حالا این نفر هم یه بیزنس هم هست، باید بیان برتون با بیزنس. آره. که بتونن باش مشورت کنن. دقیقاً میگه الان ببین شرایط مارکت اینه. بله. اگه شما خواستی مثلا تبلیغ کنی زودتر برو این بله. کارو تبلیغ کن. دقیقاً. تا این بخواد صبر کنه ببینه هزار نفر دارن این کارو میکنن. خب بله. شما بخوای مثل بقیه میشی که. درسته. یعنی خیلی از اوقات تو مارکتینگ شما انقدر باید سریع به جنبی تا بقیه بخوان شما رو کپی کنن نتونن به شما برسن. بله. خیلی از اوقات ما صبر میکنیم ببینیم همه دارن چیکار میکنن، ما میریم کار همونا رو کپی میکنیم. نه فایده نداره. فایده نداره. بله. چون شما تو هم ریل استیت که شما ده. من مثلا اصلا این خبر نشیده بودم. اصلا این خبر نشنیده بودم. الان که شما دارین برای من میگه خب خیلی جالبه. آره. میدونی من خوب دارم فکر میکنم نسبت به اون اریا. آره. چرا که نه، آدم حواسش جمع باشه یه پروپرتی کوچیک بخره. آره. میتونه نگه داره بعد اول میتونه بفروشه. میدونی خوبیه کسانی که گفتم اون اطلاعات رو دارن و تلاش میکنن به دست بیارن اونا موفق خرم. حالا من یه سوالی از شما دارم، میخواین بریم اون کلیپی که هست ببینیم بعد حتما یه کلیپ کوچیکی هست در مورد ورک اتیک لطف کنیم پخش کنیم برمیگردیم به بقیه مطلب. Importance of work and its inherent ability to strengthen character. That's the definition. But can you really sum it up in just one sentence? If one sentence was all we needed to understand work ethic, then the world would be packed with dedicated, hardworking people. No one would ever have a doubt in their mind. Work ethic is built by you. It's the small moments when you are in charge that makes everything matter. Work ethic isn't when your boss tells you you need to get something done. It's not when you have a due date and have to pull an all-nighter to get something done. It's about doing the work when no one else is watching. No one cares if you are successful. It may be jealousy. It may be because they are too afraid to even try what you are doing. Either way, you can't let what someone else says influence your behavior.
They don't want you to succeed. Not even your mom wants you to succeed. Because if you do, she thinks you're not going to call her back. If you want to have a strong work ethic, and I mean a really strong work ethic, that early riser, work, hustle, kill mentality, it's entirely up to you. Your work ethic might be influenced by the movies that you watch, the books that you read, and the people that you talk to. But at the end of the day, you either have it or you don't. If you are working on something that you are truly passionate about, you really need to hustle to get things done. That's why the most successful people are constantly running on full blast. They're always thinking, working, dreaming. They practice their work like it's a craft. Their practice is like an art form. Time is the one commodity that you can't get back, and trust me, there's no way to make more of it. When people say something like, "I'd rather die than miss a day in the gym," what they really mean is that they see no other possibility. The only path in their mind is that they have to work hard and get success. Now, you think you've got motivation. You're thinking right now, "I'm going to go out and do XYZ to get the ball rolling on what I have to get done." But this isn't the time when you really need strong work ethic. It's during hardships. That's when the going gets tough. When you're rejected over and over and over. When you suffer from writer's block and just can't come up with an idea. When you've got a million other errands to run and you don't have time to work on your passion. What do you do then? What happened to all your hard work ethic? You have to work on your goals as if it's the only thing that matters. It's about being consistent. It's about coming back from those downfalls and being stronger and more dedicated than ever before. It's about working through your setbacks and working around your disadvantages. Those little tasks that other people see as menial are the most important things you can be doing. You need that 1% increase. That's the one that separates the successful people from the unsuccessful. Because everyone tries, but the successful people take it to the next level. They sacrifice, and they are relentless with their practice. Do you know what some of the most successful people had to do to build their empires? They poured everything into their passion, and they never doubted what they were doing. Bill Gates, the founder of Microsoft, worked literally all day long. He slept on the same desk his computer was on, woke up, and picked up programming right where he left off. He had no days off. Eddie Van Halen, the famous guitar player known for creating explosive hard rock sounds in the 70s and 80s, spent his entire youth building his craft. As a teenager, he used to walk around the house with his guitar strapped to him and practice all the time. When other kids were out partying until 3 a.m., you could find him in his room practicing his guitar. Michael Phelps, a competitive swimmer and the most decorated Olympian of all time, is ubiquitous for his practice routine. During training, Phelps swims a minimum of 80,000 meters per week, training for 5 to 6 hours per day, and he fuels himself with a 12,000 calorie diet. And work ethic doesn't necessarily mean being an athlete or a businessman. Even comedian Jerry Seinfeld knew the value of work ethic. Seinfeld's trick was called "Don't Break the Chain." He advocated marking a big red X on his calendar for every day he wrote new material with the goal of filling every day with a big red X and never breaking the chain. Determining your level of sacrifice requires setting personal standards. You have to love the challenge and the grind. Are you willing to work on your passion all day and all night if it means you'll finally achieve your goals? Are you willing to push through all the negative parts, the setbacks, the losses? Can you ignore the people who tell you what you are doing is not possible? You can accomplish anything you want if you are just willing to do it. You don't learn to deal with the challenge. You learn to love the challenge. To work day in and day out on one goal, you need passion. If you really believe what you're doing is important, if you look around you and see things done the wrong way and you know you can do it better, if you can't imagine what the world would be like without your contribution, then you just might have the passion to develop yourself into something better. Building a strong work ethic is setting yourself up for long-term success. It snowballs. Working hard leads to accomplishing your goals. Accomplishing your goals leads to making more money and meeting more successful people, which leads to more education. Being successful in one area often translates to other areas of life. That's why people feel more focused and have higher productivity when they start a gym routine.
They're not just building their body, they're building their work ethic. And once you've built your success, you have something that no one can take away from you. You truly have a strong work ethic. Even if you woke up tomorrow and lost everything, you can build it back up again. Because now you know how. Because you are disciplined. If you've done it once, you can do it again. You can't erase years of hard work. It's like muscle memory for your brain. A well-developed work ethic is one of the strongest tools you can attain. And best of all, you can share it with people you meet who are motivated but are dying to know how it's done. As you work on building your strong work ethic, subscribe to the Endless Motivation channel because we are releasing more motivational videos every week. خیلی کلیپ قشنگی بود. من خیلی چیز ازش یاد گرفتم. با توجه به اینکه امروز شما در مورد تعهد اخلاقی در کار اینقدر تاکید کردیم و تایید کردین، من همیشه فکر میکردم این خب در زمینه رابطه ها و معاشرت ها باید وجود داشته باشه، ولی الان دارم میبینم در کارم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. 100%. ببینید اینا میگن که اصلا تعهد، یعنی work ethic شامل چند قسمته. بله. یکی پروفشنالیزم، که خود پروفشنالیزم از شیوه لباس پوشیدن میشه. بله. نحوه برخوردتون میشه. بله. ادبتون میشه، یعنی بله. شامل بخش‌های مختلفه. بله. بعد کار تیم ورک. بله. چطوری همونطور که عرض کردم به گروه احترام بذاریم. چطوری بله. سعی نکنید فقط گلیم خودتون از آب بکشین. بله. تیم بره جلو. بله. تیم موفق بشه، خود کمپانی موفق بشه. بله. دیگر این که کامپشنیت بودن. بله. یعنی ببینید خیلی از اوقات ما فکر می‌کنیم که کسی که مثلا لیدر یه ارگانیزیشن هست، حالا دیگه یه عده از اون برمیافتن. بله. فکر میکنن دیگه فقط کمپانی باید موفق بشه، دیگه اصلا اهمیت نمیدن به اشخاص. بله. در صورتی که توی مباحث جدید لیدرشپ یا مدیریت میگن کسی رهبر خوبی هست، کسی مدیر خوبی هست که نه تنها فکر کورپوریشنش باشه، فکر بیزینسش باشه. بله. بلکه فکر تک تک آدم ها هم باشه. دقیقا. یعنی تصمیماتش رو اونا اثر میذاره. به خاطر همین به جایی که شما از بالا بخواید تصمیم گیری کنین و به اشخاص زیر دست اوردر بدین، بیاین تصمیمات رو از پایین با هم بسازیم، با هم تصمیم گیری کنیم، نظرات اشخاص گوناگون رو به قول معروف بگیریم قبل از اینکه تصمیم گیری کنیم. و دیگری سخت کار کردن، تلاش کردن. تو این ویدیو دیدیم که ورزشکارهای مختلف رو نشون میداد که چطوری تلاش میکنن برای اینکه موفق بشن. به جای شورتکات زدن، به جای میونبر زدن. کسی که میره دوپینگ میکنه، کسی که میره تقلب میکنه، در نهایت گیر میفته. دقیقاً همینه. همش هم دلغوری داره که وقت مبادا گیر بیفته. خب تو بیزینس هم همینطوریه. بله. تو بیزینس هم همینطوریه. به خاطر همین میگن که کسانی که زیاد خوا هستن ممکنه زیادتر بخورن ولی راحتتر نمیخوابن. بله. و در صورتی که کسانی که اصول درست رو میرن به اندازه کافی زندگیشون تأمین میشه. بله. ولی حداقل وجدانشون هم راحت تره و میدونن مشکلی هم براشون پیش نمیاد. این ورزشکاری که کارشون رو میکرد اسمش مایکل فلپ. بله. ایشون دیدم چقدر سعی کرد، چقدر تلاش کرد و چندین طلا هم گرفت. بله. درسته؟ ایشون تقریبا 20 تا طلا گرفته از، یعنی مجموع طلاهایی که ایشون گرفته از چندین کشور دنیا بالاتر. بله. و چیزی که اینجا داشت میگفت دقیقاً وقتی که همه همسن و سالاش میرفتن کلاب و میرفتن مشروب خوری و نمیدونم پارتی و این چیزا، ایشون بله. تمرین میکرده و یه چیز جالبی که بوده اینه که تمرینات سختی که این آقا انجام میداده. یعنی میدیدم یکی از تمریناتی که میکرده این بوده که با چشمان بسته شنا کنه. یعنی چی؟ یعنی چشمشو ببنده. بله. چشمشو ببنده شنا کنه. بله. چرا؟ و این اتفاق در چرا دلیلش چیه؟ حالا المپیک قبلی وقتی که شیرجه میزنه تو آب، آب میره تو عینکش. آه. و دیگه نمیتونسته چشماشو باز کنه. و چون این تمرین کرده بوده که با چشم بسته شنا کنه، احتمال رکوردو میزنه و طلا میگیره. میدونی چی میگه؟ بله. یعنی هر تمرین کردنی کار سختی به دردتون میخوره. بله. در صورتی که اگه این مربیش نگفته بود که این تمرین رو بکنه، این کار رو انجام نده بود، تا آب میرفت تو عینکش انگار کار تموم شده بود. بله. بنابراین وقتی شما میبینین یه اشخاصی موفق شدن،
فکر نکنی اینا تو زندگیشون مشکلی نداشتن. علکی همطور موفق. آره، یعنی بعضی آخه البته جامعه ایرانی بیشتر میگن که شانس آورتره. نه، شانس نمیتونه باشه، پشت کاره در حقیقت. پشت کاره و شما مثل دقیقا اون کوه یخی که یه بخشش رو آبه، شما اون پایینش رو نمیبینین. بله. یعنی خیلی از اوقات گفتم وقتی سرنوشت آدمای موفق رو بخونین، حالا من تو فیلد خودم چون بیزینس هست خیلی این بیزینسمنای موفق رو میرم نگاه میکنم. بله. و میبینم چقدر تلاش کردن و چقدر شکست خوردن. بله. یعنی بارها و بارها اینا ایده‌های مختلف رو امتحان کردن. ولی وقتی که شکستن میخورن از پا نمیافتن. باز دستشون رو میذارن رو زانویشون بلند میشن میگن نیستن. که اگر 9 بار زمین خوردی 10 بار بلند شو. یه چیز دیگه که خیلی مهمه، یعنی مکسیموم زمین خوردن 9 بار میتونه باشه در تمام مراحل زندگی. نه، میگن اگه حتی 9 بار زمین خوردی یه بار بیشتر بلند شو، یعنی هیچ وقت اون زمین نمون، 10 بار بلند شو. 10 بار بلند شو. نه، ولی چیزی که خیلی مهمه، حالا اینم نکته جالبیه که میگن که شکست از نقطه پیروزی شروع میشه. چرا؟ چون خیلی از اوقات وقتی ما یه موفقیت کوچیکی به دست میاریم اونجاست که دیگه ول میکنیم همه چیز رو. بله. ببین شما فرمودین که خیلی از بیزنس ها هستن وقتی میبینن داره خوب پیش میره اینا دیگه خیالشون راحت و ولخرجی میکنن. بله. و بعد یه دفعه به خودشون میان میبینن اوضاع خراب شد. بله دقیقاً. این خیلی جالبه که حتی تو خیلی از کورپوریشن های بزرگ تو آمریکا این اتفاق افتاده. بله. برای مثال استارباکس. استارباکس همینطوری بوده. بله. چرا؟ چون اینا قیمت سهام داشته میرفته بالا. بله. بدونی که اینا به کاستومر ساتیسفکشن خیلی توجه کنن. بله. قبل از سال 2008. بله. و اینا فهم کردن، خب اونایی کسایی که تو بورد بودن فهم کردن همه چی اوکی هست. بله. و بعد وقتی قیمت سهام میفته پایین تازه میفهمن عمق فاجعه چقدر بوده. بله. که حتی این کمپانی نزدیک بود اعلام ورشکستگی کنه. که هوارد شولتز میاد جلسه میذاره، این مدیران استارباکس از جاهای مختلف دعوت میکنه. بله. یه گرده همایی 15,000 نفری میذاره. بله. میگه که ما باید این سیستم رو عوض کنیم. بله. ما باید فوکوسمون رو بذاریم روی کاستومر ساتیسفکشن. بله. و اینا باعث میشه دوباره برگردن. خیلی هم راضیان. آره، چون یکی از شرکت هایی هست که بسیار به ایمپلوی ساتیسفکشن توجه میکنه. حالا من در مورد همین استارباکس یا کافی بینز فرق نمیکنه، این چیزی که به صورت زنجیره‌ای هست، گاهی اوقات که میرم میشینم کافی میخورم و اینا، میگم خب مثلا یک از شعبه هاش که مثلا در گرونترین لوکیشن مثلا لس آنجلس میتونه باشه، خب این مغازه گرونیه. درست. یعنی محل گرونیه. من گاهی اوقات میشینم با خودم فکر میکنم، میگم چقدر باید مثلا، چون به حداقل هر آیتمی که اینا میخوام بگیرن 4 دلار 5 دلار ماکسیمم، دیگه از 7 دلار که بیشتر نیست تو استارباکس. درسته. من میگم خب اینا در روز چقدر باید فروش داشته باشن که بتونن این هزینه ها رو بپردازن، پول کارمندا رو بدن، پول جا رو بدن، تازه پولی هم براشون باقی بمونه. باور کنیم من با رو خودم نشستم یه بیزنس به فکرم رسیده که بشینم یه بیزنسی رو برای خودم انجام بدم. وقتی میرم اینطور جا به فکر میشینم فکر میکنم، یک دفعه خودم میگم و ناامید میشم. یه دفعه میدونی میترسم، یعنی یه وحشت میاد درونم، میگم که نه ممکنه نشه اصلا همچین چیزی. چه جوریه؟ به خاطر اولا شما قبل از اینکه یه بیزنس رو بخواید بزنین باید یه بیزنس پلان داشته باشه. بله. خب وقتی بیزنس پلان مینویسین میان خیلی چیزها رو پیش بینی میکنین. بله. و اینو خیلی هم سخت به اصطلاح چیز نمیکنین، یه ذره فلکسیبل هستین که میایین مثلا ورست کیس سناریو رو در نظر میگیرین، بست کیس. بله. سناریو رو بنابراین که چه بدترینشو در نظر میگیرین. خب حالا شما وقتی بدترین رو در نظر میگیرین با توجه به اون هزینه ها و سود احتمالی که دارین میتونین تشخیص بدین که آیا این بیزنس میگیره یا نمیگیره. بله. خیلی از اوقات هم خب شما میتونین میایین بررسی میکنین، میایین یه از مشتریان احتمالی مثلا پرسجو میکنین. نمیدونم یه سروی میگیرین که ببینین شرایط چگونه هست. بله. به خاطر این کسایی که الان میان بیزنس میزنن مثل قدیم نیست که شما فقط یه لوکیشن ببینین یا مثلا خودتون یه کاری رو دوست داشته باشین. خیلی از اوقات میبینید بیزنس شکست میخوره چون که طرف میگه که مثلا ازش میپرسم خب تو چرا این کارو شروع کردی؟ میگه خیلی دوست داشتم از بچگی. خب میگم که فقط کافی نیست. شما آیا مارکتی برای این کار بود یا نه؟ ثانیاً آیا شما تو این کار خبره بودی؟ آیا تو این کار تونستی خودتو متفاوت کنی نسبت به کسانی که الان تو بازار هستن؟ چون اونا که آردی هستن، اگه شما میخواستی که
یه محصول مشابه بیاری که آردی اونا بودن. خب چه چیز جدیدی رو وارد بازار کردی؟ خب همین استارباکسی که برای شما توضیح دادم به این شکل وقتی که هزینه خیلی بالاست درآمد خیلی باید زیاد بشه تا بشه این هزینه ها رو پرداخت. دقیقاً. اولش اینا چین هستن. بله. خب چین اینطوری نیست که حالا هر کدومش بیاد هزینه خودش رو فقط بپردازه. این از این. یکی دیگه فراموش نکنین استارباکس فرانچایز نمیده. یعنی جزء کمپانیایی است که فرانچایز نمیده. خب بس به چه شکلی انجام؟ یعنی شما مکدونالد رو میتونین بری فرانچایز بگیری. که مثلا شما یه مکدونالد رو اگه مثلا یه مقدار چند میلیون دلار با تو حسابتون باشه شما میتونی فرانچایزشو میگیری و اون دیگه مسئولیتش با خود شماست. استارباکس اینطوری نیست. استارباکس میاد با شما پارتنر میشه. این سیستم استارباکس هست. شما نمیتونی فرانچایزشو بگیری بگی من مالک این استارباکس هم. بله. هیچ وقت یه آدم پارتنر هست. همیشه پارتنر. اگه شما میتونی بگی در یه استور. در یه استور. ولی مکدونالد فرق میکنه. مکدونالد شما میتونید اونر یه مکدونالد استور باشید. بله. تو استارباکس اینطوری نیست. استارباکس همیشه کورپوریشن با شما پارتنره. دیگه میگم. بله. کافی بینم به همین شکله. کافی بینو نمیدونم. بله. ولی استارباکس رو چون مطالعه کردم شرکتش رو کاملا میدونم. و بنابراین وقتی که اینا به صورت چین هستن استورا مستقل نیستن. و میتونه یه استوری که خب درآمدش بیشتره کمتره چیزاشون فرق میکنه. بله. ولی وقتی شما یه مکدونالد دارین دیگه هر گلی زدین به سر خودتون زدین. دقیقا. خب اون بنابراین سیستمش فرق میکنه. یه چیز دیگه که در این کمپانیایی که چین هستن اینا فقط برای اینکه برندشون تو چشم مردم بمونه و حتی ممکنه یه استورشون ضرر بده ولی این اونجا میمونه تا مردم نرن سراغ یکی دیگه. یعنی شما ممکنه بری کافی چشم عادت آره. به همون و شما ممکنه بری کافی بین دیگه عادت میکنید دیگه جاهای دیگه هم که بری میری سراغ کافی بین. بله. ولی وقتی شما بیاید همش با استارباکس یعنی میشین رگولار کاستومر استارباکس. بله. شما دیگه جاهای دیگه هم برین میگی من برم یه استارباکس پیدا کنم. متوجه عرض من هست؟ درسته. بنابراین این کامبینیشنی از سایکولوژی و منیجمنت. ببین حتی شرکت بیزنس های مختلف وقتی که شما حتی یه محصول جدیدی رو میخواییم به بازار ارائه بدین میگن سایکولوژیکلی مردم باید 7 بار یه چیزی رو به گوششون به چشمشون بخوره بله. تا تصمیم بخرید بگیره. بله. خب اینا میان شما میرین تو مثلا میخواین یه لباسی رو بخرید. بله. میرین تو گوگل سرچ میکنین میرین تو سایت فرض کنین میسیز یا نورسروم مثلا یه پیراهن رو نگاه میکنین. درسته؟ بعد میرین سلکت میکنین و یه ذره براوز میکنین میگردین تا مثلا ببینین کدوم لباس دوست دارین. خب 3 ساعت بعد رفتین تو فیسبوک دارین مثلا پروفایلتون رو چک میکنین یه دفعه وسط فیسبوک یه دفعه میبینین یه اد اومد مال نورسروم لباسای مشابه داره برای شما دوباره میاد. متوجه عرض من هستین؟ یعنی نورسروم یه پول میده به فیسبوک که اینا با توجه به سرچ که شما تو گوگل کردین همونو میارن تو فیسبوک که شما دوباره به چشمتون بخوره. بله. اگه اونجا تصمیم نگرفتین اینجا دوباره تصمیم بگیریم بخرید. بله. بعد میرین مثلا تی وی رو باز میکنین میخواین نیوز ببینین یه دفعه میاد سیل مثلا میسیز یا یعنی از جنبه های مختلف اینا میان شما رو مورد هدف قرار میدن. دقیقاً. تا شما برین اینو بخرین. دقیقاً همینه. خیلی جالبه. آره اصلا یه علمه. ببین حتی خیلی از شرکت های بزرگ فرضاً مثل تارگت اینا میان دقیقا نگاه میکنن. یعنی یه سیستمی دارن بیزنس اینتلیجنسشون اینطوری است که شما میایین فرض کنین برای خانمایی که باردار هستن اینا وقتی میان خرید میکنن اینا اون کسایی که کارتشون رو دارن اینا دقیقا میدونن کی اومده مثلا لباسای نوزاد خریده و بعد تبلیغاتی که برای شما میفرستن با توجه به اوناست. قضیه که کردیم قبل. آره. بله. که میدونن این الان این چیزا رو خرید علاقمند هستیم به این نوع خرید. آره. و بعد تبلیغات بعدی که براتون میاد ناخودآگاه ریلیتده. بله. دور. دقیقاً درست. ببینید بنابراین خیلی اینا کار میکنن این بله. چیزا. خیلی یعنی کارپوریشن های بزرگ. خب ببینید این همونطور که خودتون فرمودین بیزنس یه علمه. یعنی واقعا نمیشه الکی از کنارش گذشت. نه این دور زمانه فقط به صرف اینکه آدم بگه طرف خیلی زرنگه، خیلی میدونه، نه. خیلی بلده. میدونین این چیزا نیست. نه واقعا. الان این دور زمانه اولاً واقعا ایمپلیمنتیشن و انجام کار شما اگه دانشی رو داشته باشی انجامش ندی که فایده نداره. بله. این نمبر 1
نمبر 2 شما خیلی از اوقات میبینین حالا خیلی ها میرن کتاب میخونن، ولی الان میگن که تو آمریکا شاید 70% مردم حتی بیش از 25% که کتابی که خوندن تموم نمیکنن، مثلا اولشو میخونن بعدش میندازن. چرا؟ خب خیلی ها حوصله شو ندارن، یا مثلا میبینن که اون انگیزه رو ندارم. ببین شما خیلی باید برای تمام کارها باید انگیزه داشته باشی. بله درسته. صبح که بیدار میشی میخوای بری سر کار. بله. این انگیزه رو باید داشته باشی. به خاطر همیشه من به دوستان میگم. میگم وقتی که خسته ای، وقتی که داری تسلیم میشی، یاد این بیفت که چرا شروع کردی. من بابت در تایید حرف شما الان یه مدتیه که میرم صبح پیاده روی. قبلا میرفتم، بعد دیگه ول کردم، بعد رفتم ورزش جم میرفتم، بعد اونم دیگه ول کردم، ولی خب الان دیگه پس تصمیم گرفتم که پیاده رویمو انجام بدم. اتفاقا با یکی از دوستانم که بیزنس وومنه واقعا، یعنی صبح که بیدار میشه برنامه داره برای خودش و خیلی هم تو کارش موفقه واقعا، در همه چی، در هر زمینه‌ای ماشاءالله وارده. باور میکنیم مثلا معلوم مدتی که با ایشون راه میرم، خب بلتب به خاطر کارش، به خاطر سوادش، به خاطر بیشتر تو زمینه‌های بیزنس با هم صحبت میکنیم دیگه. من الان دارم میرم مثلا در عرض این یه ماه دو ماهی که با من داره همراهی میشن و هم فکری میشن، من یه ذره تغییر کردم، احساس میکنم دیگه الان هر فکر رو که میخوام بکنم بیزنسی باید انجام بدم. نه بعدش هم ببینیم، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، ما فرض کنیم میخوام بریم پیاده روی، میخوام یه کاری انجام بدیم، خیلی از اوقات میگیم حسش نیست. در صورت توصیه که میشه شما کارو انجام بدین، حس خودش میاد. بله دقیقاً همین. شما حوصله ندارین ورزش کنین، شما ورزش شروع بکنین، بله. بعد میبینین که حس خودش اومد یه دفعه وسطش. بله. دقیقاً. خیلی از اوقات شما به اون حس بی‌اعتنایی کنین. بله. برین کارو که باید انجام بدین انجامش بدین. بله. این از این. دوما شما فرمودین با یه کسی که موفق هست میرین پیاده روی، میگن اگه شما با 5 تا آدم ثروتمند هم مسیر باشین یا به اصطلاح باهاشون معاشرت کنین، شما نفر ششمی، با 5 تا آدم تحصیل کرده نفر ششم، با 5 تا آدم موفق نفر ششم، با 5 تا آدمی هم که آدمای درستی نباشن، آدمای ساده لوحی باشن، نفر ششم خواهید شد. ولی خب من در تایید حرف شما، خیلی از افراد به ظاهر ثروتمند هستن ولی از نظر فکری و مغزی شعوری خیلی فقیرن. خب با اینا نمیشه واقعا دقیقاً همینطوره. اونا کسانی اصلا همیشه میگن که بعضی از اشخاص خیلی فقیرن، تنها چیزی که دارن پوله. بله دقیقاً. می‌دونین منظور از ثروت کسی نیست که فقط پول داره، منظور از ثروت کسی هستش که سرمایه‌گذاری در خیر. نه من ببینید ثروت یا wealth کامبینیشن چند تا چیزه. میگن کسی که عشق داره، کسی که سلامتی داره، کسی که پول داره و کسی که به دیگران کمک میکنه. دقیقاً. یعنی ثروت واقعی رو شما ترکیب این 4 چیز بدونی. بله. یعنی شخصی که فقط پول داره و اونو پول حالا معلومه از چه طریقی به دست آورده که اصلا آدم خوشبخت و موفقی شما اینو نمیدونی. دقیقاً همینه. یعنی بنابراین آدم کسایی رو اطراف خودش انتخاب میکنه که به نظر من کامبینیشن این 4 چیز رو سعی کنن داشته باشن. عشق، شغل خوب، سلامتی و کمک به دیگران. دقیقاً. ما تقریبا داریم به آخر برنامه رسیدیم. چقدر زود گذشت واقعا. من موقعی که در کنار شما میشینم باور کنید احساس میکنم که یه کورس از کالج رفتم پس کردم. خواهش میکنم. من خودم همیشه میگم در حال یادگیری ام. خیلی آدم یاد میگیره در کنار شما، خیلی آدم یاد میگیره و یه روزنه هایی رو برای آدم باز میکنین که آدم دلش میخواد همطور جلو بره و خب خیلی قشنگه دیگه. این در حقیقت یک انرژی مثبتیه که شما میدید. من مطمئنم انرژی مثبت در خانواده ها پخش میشه، در بینندگان عزیز که دارن میبینن مطمئنم منتقل میشه بهشون و خب این میتونم بگم که جای خوشحالی من و تلویزیون اصل امروز میتونه باشه. مرسی، متشکر از شما بینندگان عزیز که ما رو مشاهده کردن. بهش میگم شما کلیپی چیزی ندارین؟ اگر بعد ببینیم در غیر صورت بعد خدافظی فکر کنم دیگه یه موسیقی خیلی خوب الان کارگردان برنامه پخش میکنن که دیگه. بله خب قبل از اون خدافظی کنیم. بله خب ما خدافظی میکنیم به امید دو هفته دیگه که در کنار آقای علی اصغر باشیم. خدا نگهدار.
Thank you.